دکتر صاحب عزیز، با توجه به این که خب الان بیش از یک هفته هستش که از این هلاکت آقای رئیسی گذشته و یارانش، اما میل به این داریم که بدانیم نسبت به شایعاتی که الان میبینیم بسیار هست به نوع مرگ ایشون، شما چگونه تصور میکنید که میتونه آیا حقیقتا این یک ترور بوده باشه و یا یک اتفاق؟ و اگر ترور هست، این ترور از طرف چه جبهه‌ای بر علیه ایشون بوده؟ در خدمتون هستم. ضمن عرض ادب مجدد خدمت خانواده بزرگ امید جاودان، باید یک مطلب ساده رو در نظر بگیریم که سه هلیکوپتر بودن. هلیکوپتری که آقای آل هاشم نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز به علاوه آقای مالک رحمتی استاندار این استان متولد 59 سنی نداره، به علاوه آقای رئیسی و مسئول تیم حفاظتش آقای موسوی داخلش بوده. این هلیکوپتر سقوط کرده. دو تا هلیکوپتر امداد که قرار بود مراقب هلیکوپتر اصلی باشن، هیچ حادثه براشون پیش نیومده. دوستان، در کجای تاریخ شما دیدید نفر اول قوه مجریه به همراه تیم اسکورتش به سفری برن و تیم اسکورت چه رو زمین چه به آسمون رئیس جمهور جا بذار؟ شما تا لمسی شنیدی؟ دقیقا. یه مثال خیلی ساده، آقای بایدن با هلیکوپتر داره از کاخ خودش، کاخ سفید، حرکت میکنه مثلا بره به نقطه. آیا ممکنه تیم حفاظت ایشون هلیکوپتر و هواپیمایی که با ایشونن ایشونو ویل کنن و خودشون برن؟ خیر، منطقا خیر. و اصلا کجای دنیا شما دیدید تیم اسکورت مهمترین شخصیت قوه مجریه رو راه؟ مطلب دوم، آیا سابقه دروغ گفتن در جمهوری اسلامی وجود داره؟ بله، ما 4 سال پیش دیدیم هواپیمای تهران اوکراین رو زدن. بله، 2 تیر موچک تور ام مدل ای و 4 روز بعد گردن گرفتن وقتی که آمریکا نقشه شلیک موشک رو کاملا رسانه‌ای کرد و کانادا شکایت کرد، چون میدونی که خیلی از اعضای این پرواز ایرانی کانادایی بودن. دوستان عزیز، جمهوری اسلامی دروغی رو گفته که به هیچ رقمی نمیتونه توجیه کنه. میگه آقای آل هاشم با موبایل خلبان، دوستان خندتون نگیره، با موبایل خلبان با ما تماس گرفته. سوال، اگر هلیکوپتر طوری منفجر شده که آقای رئیسی و آقای امیر عبداللهیان جسدشو نمیتونستن غسل بدن، بدون غسل 2-3 کیلو سوخته رو کفن کردن گذاشتن داخل قبر، یعنی اصلا نمیشد این جسدو شست، چطور آقای آل هاشم با گوشی خودش هم نه، با گوشی کسی که تو کاکپیت خلبان 2 بار تماس گرفت؟ خب مگه میشه آقای آل هاشم گوشی خلبان از کجا به دست آورد؟ و چیز عجیبتر، مگه نمیگید با شما تماس گرفته؟ هر بچه کلاس 5 ابتدایی هم میداند که هر گوشی یه قسمتی داره که لوکیشن رو مشخص میکنه، یعنی قشنگ به شما محل رو مشخص میکنه. چرا آقای آل هاشم که میتونه چندین دقیقه تلفن صحبت کنه لوکیشن گوشی رو روشنه؟ این یک. دوم، ایشون میگه صدای آمبولانس رو میشنوم، بعد هواپیما خورده نوک کوه در جنگل دیزها. از همه خنده دارتر، گوشی خلبان تو جیب آقای آل هاشم چیکار میکنه؟ مگه خلبان جسد جزغاله نشده؟ گوشیشو کی داده با آقای آل هاشم؟ تمام اینها رو بذاریم کنار، یک سوال خیلی عجیب مطرح میشه. کجای دنیا شما دیدید، در کجای دنیا شما شنیدید که آقای رئیس جمهوری با وجود این که بهش میگن مه جلوته، مشکلی وجود داره، نه یا به سمت مه حرکت کنه و جونش رو از دست بده و بعد کل تیم حفاظت ایشون سالم بمونه؟ شما تا حالا دیدید به نفر بگن مه وجود داره و بگه من از مه رد میشم؟ چیزی که خیلی عجیبه اینه که جمهوری اسلامی همیشه میگفت خریف‌های محمد رضا شاه بی‌ارزش بود، خریف‌های نظامی محمد رضا شاه بی‌ارزش بود. آقا همین هلیکوپتری که آقای رئیسی سوارش بودن یه هلیکوپتر بل 412 است که شاه 1978 خریده، یعنی 46-7 سال پیش. دوستان، این هلیکوپتر زمستون 1978 ساخته شده، چند ماه بعد اومده ایران. من از شما میپرسم، مال 46.5 سال پیشه، 47 سال پیش، کجای دنیا رئیس جمهور سوار هلیکوپتری میشه
که مال 47 سال پیشه. چرا روسیه که انقدر در ظاهر با خامنه ای رئیسی ارتباط داره، چرا چین یک دونه هلیکوپتر نو به اینا نمیده؟ با اصولا اینا بعد از انقلاب چرا یه دونه هلیکوپتر نو نتونستن بخرن؟ این 5 سال کوالاتیه که انسان رو به شک میندازه. در خدمت شما هست. خواهش میکنم، خواهش میکنم. حقیقتا پس همه این آنچه که شما فرمودید میتواند به ذهن هر انسانی که در جستجوی حقیقت هست این تصویر رو ایجاد کنه که رئیسی ترور شده. و آیا شما اینو میپذیرید؟ آیا میخوام ببینم انتهای من احتمالش خیلی زیاده. بله. احتمالش بسیار زیاده که ایشونو حذف کرده باشن. یادمون باشه شاید آقای رئیسی رابطه خوبی با خامنه ای داشته. ولی خامنه ای تنها جناح قدرت نیست. آیا مشتبه هم به اندازه خود و پدرش ایشونو دوست داشته؟ آیا آقای قالیباف هم ایشونو دوست داشتن؟ آیا دستکاری کردن هلیکوپتر سخته؟ یادمون باشه مرگ طالقانی بسیار مشکوک بود. بله. یادمون نره که یک مهره نفوذیه، حالا گفتم مجاهدین بوده یا نبوده، بله. اومد و رجایی با هنر رو کشتن، رئیس جمهورهایی در ایران کشته شدن. آقای بنی صدرم که رئیس جمهور فرار کرد، آقای رفسنجانی که شد آدمی متقلب، این آقای خاتمی هم که شد دریان اصلاحات و اصلا در انتخابات شرکت نمی‌کنه، احمدی نژاد هم شد دریان التقاطی، حسن روحانی هم که شد عامل انگلیس، در کل 8 رئیس جمهور جمهوری اسلامی فقط خامنه ایه که عاقبت به خیر شد. الباقی که یا تیکه پاره شدن مثل رئیسی و آقای رجایی که اصلا متلاشی شدن، یا مثل بنی صدر فرار کردن، یا الان در حصر خانگی هستن مثل نخست وزیرشون آقای میرحسین، و یا بدتر از همه مثل آقای خاتمی ممنوع العکس و ممنوع تصویر از احمدی نژاد روحانی هم ایزان. در خدمت شما هست. خواهش کنم. اما یکی از سوالاتی که خب به هر حال همه مخاطبین رو مشغول کرده اینه که اینا چگونه توانستن در شهرهای مختلف این همه جمعیت رو بیارن برای سوگواری ایشون، کسی رو که از سن 18 سالگی میگن افراد آزاده رو، حتی تینیجرها 13 ساله 12 ساله 14 ساله رو اعلام کرده که اعدام کنن و دستی داشته برای اعدام این نوجوانان. چگونه ما میتونیم شاهد باشیم این همه جمعیت برای سوگواری ایشون اومدن؟ در خدمتون هستم. آقای داوری که خودش مشخصه، آقای داوری از کسانی بوده که با جمهوری اسلامی نزدیکه و همین الان هم تو توییتر پرچم جمهوری اسلامی رو میزنه، حرف جالب میزنه، میگه در بین جمکران و شروع محل تشییع پیکر آقای رئیسی 6 کیلومتر فاصله است. یه خود آقای حیدری هم با محیط قم تقریبا بهتر از من آشنا هستن. عرض این بلوار 37.5 متره، 6000 ضرب در 37.5 متر، خب یالا بگی 6000 ضرب در 40 میشه 240000 متر مربع. آقای داوری میگه دقیقا اومده محاسبه کرده، میگه در یک متر مربع نمیتونه یک نفر قدم بزنه، میتونه بیسته ولی نمیتونه راه بره. حداقل فضایی که یک انسان میتواند در آن راه برود و دو انسان به هم برخورد نکنن، یعنی پشت سر هم راه برن، 1.5 متر مربع. بر این اساس کل کسانی که در تشییع پیکر آقای رئیسی شرکت کردند در قم میشه 194000 نفر، که از اصفهان، که از یزد، عراق و ساوه و خود قم که بیشترین آخوند ایران رو نسبت به درصد جمعیت داره برده شدن اونجا. شما نگاه کنید اگر 194000 نفر هم درست باشه، چیزی که گوگل مپ میگه تقریبا درسته، این کمتر از 10% مردم قمه، میشه حدود 8.5%. این واقعیته که اگر رفتن این همه آدم آوردن از استان اصفهان، استان یزد، استان مرکزی برای استان قم، باز هم تمام کسانی که آوردن کمتر از 9% مردم شهر قمه. و واقعیت اینجاست که کسی نمیاد مگر اینکه برش دارن بیارنش از شهرهای کوچک، 20 تا 30 تا اتوبوس برداشتن آوردن. و ما فیلمشو دیدیم که افراد کنار خیابون دارن صبحانه میخورن، حتی به بسیجان معمولا ساندیستن با کتاب اینا خوشحال میشن. و چیز خیلی خنده‌دار اینه که جمهوری اسلامی به این میگه رفراندوم، یعنی فرق راهپیمایی رو با رفراندوم تشخیص نمیده. در خدمت شما هستم. با سپاس، با سپاس فراوان از مطالبی که فرمودید. آمین که ایمان داریم، با فیض خدا داریم نزدیک میشیم به
سرنگونی کامل نظام اسلامی، به هر حال اینها میشه گفتش که مقدمه این سرنگونی هستش که میدونم که